دادگاه جنایی کویت حکمی جدید علیه یکی از نمایندگان شیعه پارلمان این کشور صادر کرد با حکم دیروز دادگاه جنایی کویت عبدالحمید دشتی نماینده ی سابق پارلمان کویت که اکنون در خارج از این کشور به سر میبرد به اتهام انتشار مطالبی در توییتر در خصوص سفر ملک سلمان به کویت به سه سال حبس محکوم شد روزنامه القبس کویت با اعلام این خبر نوشت با صدور این حکم مجموع احکام حبس صادره علیه عبدالحمید دشتی به 46 سال حبس رسید این نماینده سابق شیعیان در پارلمان کویت که قبلا رفع مسئولیت پارلمانی شده است به انتقاد از عربستان سعودی و بحرین به دلیل سرکوب شیعیان کشورها و محکوم کردن حمایت برخی کشورهای عربی و غیر عربی از سنیهای های تند رو معروف است عبدالحمید دشتی بارها از مشارکت کویت در اعتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی برای حمله به یمن انتقاد کرده و به اهانت به عربستان سعودی و بحرین متهم شده است.